Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah. Muhtesir-i müfid beroi sergüzeşti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahdi medeni. Hangome ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der Khaybar budan, Ebu Hureyre radiyallahu anhu der hale ki Müslüman şude bud ve Medine omad ve inçinin Cafer ibni Ebu Talib pisari emeki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem و کسانی که با او در حبشه مانده بودند آمدند. پس نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم به خیبر ناگهان آمدند و همراه آنها اشعری ها ابو موسی و یارانش آمده بودند. غزوه معته سال هشتم غزوه معته بود و سبب آن غزوه این بود که شرحبیل ابن عمر غسانی نماینده رسول الله صلی الله علیه و سلم را که به سوی پادشاه روم فرستاده بود کشت. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم 3000 از صحابگانش را فرستاد و بر آنها دوست داشته‌اش زید ابن حارثه رضی الله عنه را امیر تعیین کرد و فرمود اگر زید کشته شد پس جعفر ابن ابی طالب بر مردم امیر است و اگر جعفر کشته شد پس عبدالله ابن رواحه امیر است. پس هرقل با هم پیمانان عربش با 200,000 لشکر خارج شد. پس در معته وا خوردند و جنگ شد. پس امیران پیامبر صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیدند. سپس خالد ابن ولید رضی الله عنه پرچم را گرفت. پس نیک راهبری کرد و مسلمانان را متحد کرد تا که آنها را از دشمن الله و دشمنشان خلاص کرد. فتح مکه بزرگ. در خود همین سال بنی بکر که همپیمان های قریش بود در خزاعه که همپیمان های پیامبر صلی الله علیه و سلم بود تعدی کردند و آنان را قریش بر این کار پنهانی یاری دادند. وقتی که خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید قصد فتح مکه کرد. ابو سفیان به مدینه آمد تا به پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن کند. پس او را گوش نکرد و با ابوبکر، عمر و علی سخن کرد که با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتگو کنند. پس او را رد کردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم الله را دعا کرد که قصدش را از قریش پنهان کند. پس خروجش بر علیه آنان ندانند. پس الله تعالی دعایش را قبول کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با 10,000 لشکر خارج شد تا که داخل مکه شد و پیش از فتح مکه امکه رسول الله صلی الله علیه و سلم عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه اسلام آورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت فتح مکه فرمود کسی داخل خانه ابو سفیان شود پس او در امان است و کسی داخل مسجد شود پس او در امان است و کسی درش را محکم کرد پس او در امان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم نجنگیدند مگر با کسانی که به سوی جنگ او شتافتند جز کسانی که او و مسلمانان را آزار داده بودند خونشان را حلال گردانید و وقت داخل کعبه شد به احرام خانه را طواف کردند. عثمان ابن طلحه را دعوت کردند و از او کلید کعبه را گرفتند. پس بت‌هایی که در آن و اطراف آن بود شکستند. سپس کلید را به عثمان ابن طلحه بازگرداندند و بعد فتح مکه مردم بسیار اسلام آورد بلکه قبیله ها گروه گروه مسلمان شده به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمدند. شکستن بت‌ها. بعد که الله تعالی بر پیامبرش صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کرد صحابگانش را برای شکستن بت‌هایی که در اطراف مکه بود فرستاد. عمرو ابن عاص را برای خراب کردن سوا و سعد ابن زید را برای خراب کردن منات و خالد ابن ولید را برای خراب کردن عزا و طفیل را برای خراب کردن ذوالکفین و علی را برای خراب کردن بت تی فرستاد.